خوش آمدید میگم یک بار دیگر ادامه بس و جنبندی انشاءالله خدمت شما. امروز اشاره کردیم که اجتماع دو بخش کلان جامعه مکلفیت دارم، یکی بخش اجتماع بود و مردم بود، یک بخش هم حکومت و دولت. در کنار از اینکه قانون تربیتی خانواده، قانون تعلیم و تربیه، قانون صنف و سایر اجتماع، سرمجموعه های داریم که سرمجموعه های خونی، سرمجموعه قومی، سرمجموعه دینی که خیلی مهم است. امروز در منابر یکی از جمله مراکز است که اونا قطعا به عنصر تربیت دقت میکنند و آموزه های فرهنگ اسلامی و اون تربیت های اسلامی رو باید اشاره بکنند. اینا در مجموع کل از اینا متمرکز میشن. حالا در سهم خود حکومت هم که دولت بخش دیگر هسته، دولت چه کارهایی میکنه؟ دولت دو کار، سه کار عمده را انجام میده. کار اولش این هست که وضع قوانین هست. دولت وضع قوانین، پالیسی های لازمه ده که جامعه برای برطرف کردن خلاهای از او باید اونا کار بکنن و پالیسی های مشخصی را باید داشته باشن، قوانین مشخص دادن. بخش دومی که هسته اینه که ما در حوزه عدالت بحث است، حوزه قضا، حوزه اجراءات قضایی چه قسم باید در متمرکز باشه بر این که جنایتکار باید به پنجه قانون برسه و بعد به او قرار بگیره که از او پرسان بشه و او جزایی که لازم هست برای از او دیده شه تا برای دیگران عبرت باشه، تا برای دیگران پند باشه. و در این حال او کیفیت کاری که ما بیشتر اشاره کردیم برای تعلیم و تربیه باید به او کیفیت باید برسانه، او سطوحی را که لازم هست تلاش بشه که از آدرس حکومت و دولت برای اینکه جلوگیری از اون پدیده جنایت و جرم بشه باید اون زمینه‌های لازم انجام بشه. یکی دیگر از این مسائل هست که در قسمت بس حکومت. و دیگه ما نیروهای مشخص داریم که این نیروها باید فعال باشه. نیروی کشف به ذات خود قدرت ازیره داشته باشه که در حوزه کشف و جرائم و جنایات باید کارایی خوب داشته باشه و مجردی که یک کسی دست به چنین عمل را انجام میزنه فوراً شناسایی بشه و مشاهده بشه و گرفته بشه و پنجه قانون سپرده بشه. و همینطور باز نیروی امنیتی که در مجموع هسته که اینا امنیت رو وظیفه دارن پیشگیری بکنن از جنایات، پیشگیری بکنن از جرم ها، شناسایی بکنن جرم ها را پیش از اینکه اتفاقی میفته و واقعه به وقوع پیونده باید جلو از او گرفته بشه و سهم خود در ارتباط داشته باشن. و در کل آن دسته از تسامی میره که مردم برای حمایت از برنامه های دولت و حکومت برداشت نمیشه، حکومت باید از او استقبال بکنه که استقبال میشه در مجموع و او تلاش باید صورت بگیره که تا از پالیسی های خوب و برنامه های خوب مردمی حمایت بشه تا اینکه ما به یک جامعه خوب و جامعه درست و جامعه انسان مدار، جامعه اخلاق مدار، جامعه چی بگویم ایمان مدار، ایمان واقعی را داشته باشیم، ما در بیت جامعه برسیم. به صورت کل میشه جنبندی کرد بر این که جرم در همه جوامع بشری وجود داره. پدیده جرم، جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی در اجتماعات بزرگ و کوچک در تمام جوامع بشری وجود داره. اما همه جوامع بشری تلاش خود در، کوشش خود در، مساعی خود در، برنامه ریزی خود در، پلانهای خود در برای کاهاندن و از بین بردن جرم و عوامل از او تلاش میکنن. و ما برای این که یک جامعه درست، جامعه خوب، یک جامعه که دور از ناامنی ها، دور از جرائم و از بدبختی های از این قبیل بوده باشیم، لازمه ای است که همه ما در هر جا که هستیم احساس مسئولیت بکنیم. او مسئولیت هایی که قبلا خدمت شما برشمرده شد تک تک از او دقت بشه و کمال تلاشر در حوزه برچیدن اعمال نامناسب، اعمال ناشایسته انجام بدیم. خداوند جل جلاله می فرماید که کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یا و اون حدیث پیامبر اسلام است که من را آمین کن منکرن فلیغیر ها بیدهی و تا آخر. بالاخره دین ما هم میگه شما بهترین انسان هستیم که چکار میکنه؟ امر به معروف، یعنی امر به کارهای شایسته، درست، پسندیده و از کارهای بد و اعمال ناشایسته باز میداری. و همینطور رسول خدا صلی الله علیه و آله میگن که شما وقتی یک عمل ناشایسته میبینیم، شما هر یک شما با دست خود، با زبان خود، اگر نباشه از قلب خود بالاخره بد ببره.
یعنی به این معنا که جامعه اسلامی ما، جامعه اسلامی ما جامعه بیتفاوت نیست، همه انسان ها رو میده، کلکم رائن و کلکم مسئولون ان رعیتی، هیچ کس در یک جامعه اسلامی نمیتونه بی مسئولیت باشه. تمام انسان هایی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن، هر کدامشان به نوبه خود در یک حدودی یا به نسبت خود باید متوجه باشن، یا به نسبت آن کسانی که مربوطشان میشه. به امید موفقیت ها و معیدت های همه جامعه ما، همه مردم ما، و به امید از که انشالله ما هم مثل سایر جوامعی که آرام هستن، مثل سایر جوامعی که به همون چه بگوییم مواصفات نیک و لازمه ایره که برای زندگی ملائم و مناسب هست رسیدن، ما هم انشالله به همون زمینه ها نائل یاییم و زندگی خوب و مسالمت آمیز و درست و خوبی رو داشته باشیم، به امید روزی که جنایت به صفر خود برسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این برنامه از طرف بنیاد عاطفی به همکاری انجمن اجتماعی تعهد و شبکه جهانی عصر به شما تقدیم شد.